سرخش خبرها پیام مهم و فوری رهبر حماس برای تمام گروه های مقاومت توهم تازه اسرائیل علیه رهبران حماس دست و زدن تلاویو ادامه دارد و ادعای یک رسانه آلمانی در مورد آمادگی روسیه برای حمله به اروپا این بسته خبری از پیک خوش آمدید. الجزیره نیت مطلع شده که یحیی سنوار رئیس جنبش مقاومت اسلامی حماس در نوار غزه طی دو روز گذشته پیامی مهم و طولانی را برای رئیس و اعضای دفتر سیاسی این جنبش ارسال و در آن اشاره کرده که گردنهای ضدین قسام نبردی شدید خشن و بیسابقه علیه نیروهای اشغالگر به راه انداختند و ارتش رژیم صهیونیستی متحمل خسارات جانی و تجهیزاتی سنگینی شدند به گفته منابع نزدیک به حماس سنوار افزوده است که گردانهای قسام در طول جنگ زمینی حداقل پنج هزار سرباز و افسر را هدف قرار دادند که یک سوم آنها کشته یک سوم دیگر به شدت مجروح و یک سوم آخر دوچار معلولیتهای همیشگی شدند در سطح تجهیزات و خودروهای نظامی نیز 750 دستگاه به طور کامل یا جزئی از بین رفتند سنوار گفت که گردانهای قسام ارتش اشغالگر را نابود کردند و به راه خود برای درهم شکست آن ادامه میدهند. و تسلیم شروط اشغالگران نمی شوند. سنبار در این پیام از پایداری مردم فلسطین در نوار غزه قدر و خاطر نشان کرد که آنها نمونه های بی از فداکاری، قهرمانی، جوانمردی، همبستگی و اتحاد ارائه کردند و این وظیفه رهبری سیاسی است که به سرعت زخم مردم را بهبود بخشد و اصواری آنها را تقویت کند. پیام سنوار در پی های دریافت شده توسط راهبری اشغالگران از طریق میانجیگران قطری و مصری منتشر شد که مربوط به آتشبس موقت بشر دوستانه است این در زمانی است که حماس بر فراتر از آتشبس های بشر دوستانه به آتشبس فراگیر تاکید دارد در همین حال یک رسانه ابری زبان به نقل از برخی مسئولان رژیم صهیونیستی مدعی شدند که این رژیم در حال بررسی امکان تبعید رهبران جنبش حماس در چارچوب راه حل برای پایان جنگ غزه است و این مسئله به تازگی در محافل سیاسی و امنیتی مورد مناقشه قرار گرفته است مرکز پخش رژیم صهیونیستی کان به نقل از یک منبع آگاه از جزئیات این مناقشات گزارش داد که در حال حاضر هیچ پیشنهاد چشمگیری روی میز نیست اما این احتمال در دست مطالعه است به شرط آنکه به هدفی که کابینه جنگ تعیین کرده یعنی نابودی زرفیت های دولتی و نظامی جنبش حماس در غزه خدشه وارد نکند شبکه بری کان در ادامه به نقل از یک مسئول سیاسی رژیم صهیونیستی گزارش داد که انتقال سران حماس خارج با اهداف جنگ تناقضی ندارد و تعداد نچندان اندکی کشور وجود دارند که میتوانند میزبان آنها باشند که از جمله آنها قطر است این در حالی است که روز یک شنبه یک هیئت از جنبش و جهاد اسلامی فلسطین به ریاست زیاد نخاله دبیر کل این جنبش به مصر رفر کردند سفر هیئت جهاد اسلامی به قاهره با هدف گفتگو درباره شرایط فعلی نوار غزه انجام شد و برگزاری رویترز عربی به نقل از یکی از اعضای این جنبش گزارش داد که هیئت با مسئولان امنیتی مصر مذاکراتی را انجام خواهد داد و این مذاکرات بر چگونگی توقف حملات رژیم صهیونیستی متمرکز خواهد بود جنبش جهاد اسلامی تا این لحظه هرگونه توافق جدیدی برای تبادل و حسرا با رژیم صهیونیستی پیش از اتمام عملیات نظامیان علیه غزه با حدود دو ممیز سه میلیون جمعیت مخالفت کرده است اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس که در قطر اقامت دارد نیز چهارشنبه به قاهره سفر کرد و در آنجا مذاکرات درباره آتش پس در غزه میان این جنبش و رژیم نیستی و نیز تبادل اسیران انجام داد یک سرویس اطلاعاتی اروپایی مدعی شده است که ممکن است کشور روسیه در زمستان 2024 تا 2025 برای حمله به اروپا وارد عمل شود. به گزارش روزنامه آلمانی بیلت منبعی در یکی از سرویس های اطلاعاتی اروپایی عنوان کرده که ممکن است روسیه در فاصله زمانی که آمریکا به دلیل انتخابات ریاست جمهوری رهبری ندارد به اروپا حمله کند. منظور این منبع ناشناس حمله به اروپا پس از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024 آمریکا و پیش از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید در ژانویه سال 2025 است. این منبع اطلاعاتی در گفتگو با بیلد انبون کرده که دولت روسیه بسیار امیدوار است که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بار دیگر به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شود و ادعا کرده که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور بعدی آمریکا باشد، هر اتفاقی ممکن است تحت ریاست جمهوری وی رخ دهد. ده پیش از این بوریس پیستریوس وزیر دفاع آلمان گفته بود که صنعت دفاعی آلمان حداقل به 5 تا 8 سال زمان نیاز دارد تا های خود را در های مختلف ماننده صنایع دفاعی تقویت کرده و شکاف های موجود در این زمینه را رفع کند جدا از این اظهارات پیشتر هم رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی عنوان کرده بود که ممکن است مسکو پس از بیرون آمدن از جنگ اوکراین و شکست دادن این کشور به فکر حمله به کشورهای عضو ناتو بیفتد ادعایی که از جانب رئیس جمهور روسیه رد شد و وی این اظهارات مطرح شده را کاملا بر ادعاهای دروغ و پوش دانسته وزیر خارجه انگلیس در گفتگویی با روزنامه انگلیسی تلگراف اظهار کرد که با ایده تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مخالف است دیوید کامرون وزیر خارجه کنونی و نخست وزیر سابق انگلیس یک شب در گفتگو با روزنامه تلگراف گفت که با درخواست برخی نمایندگان محافظکار مجلس عوام این کشور برای اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد تروریستی موافق نیست گرچه این مقام انگلیسی با تروریستی خواندن سپاه پاسداران مخالف است کرد. اما در ادامه اظهاراتش از تحریم همه جانبه این نهاد حمایت کرد او به خبرنگار روزنامه انگلیسی گفت که ما سپاه پاسداران را به تمامی تحریم کرده ایم به تازگی یک روی کرده جدید وضع کردیم تا بتوانیم اعضای سپاه را هم به صورت فردی تحریم کنیم اقدام مورد بحث شما پیرامون تروریستی خواندن سپاه چیزی است که نه نهادهای اطلاعاتی خواستارش هستند و نه پلیس انگلیس پس فکر میکنم که موضع کنونی ما درست است این مقام انگلیسی همچنین ایران را به مداخله در امور منطقه متهم کرد و مدعی شد که کشورمان در حمله 7 اکتبر حماس و عملیات طوفان الاقصا نقش مستقیم داشته است عملیاتی که مقامات ایرانی بارها ضمن ابراز حمایت از آن نقش داشتن در تحریزی یا اجرای آن را رد کردند کامرون در ادامه حملات یمن به کشتیهایی با مقصد فلسطین اشغالی را هم از چشم تهران دید و مدعی شد ایران در منطقه و جهان نفوذ مخرب دارد و هیچ شکی در این نیست انصارالله حزبالله گروههای مرتبط با ایران در عراق که به پایگاه و نیروهای آمریکایی و انگلیسی حمله کردند و البته حماس به گفته ی وزیر خارجه انگلیس غرب باید این پیغام را به تهران مخابره کند که این اقدامات تنهیزا را تحمل نخواهد کرد او در ادامه گفت بلوک قدرت غرب باید یک نیروی بازدارندگی قدرتمند در برابر ایران شکل دهند ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید تا ویدیوهای دیگر بدرو.